اولا در قرن 19 سرمایه‌های مالی یواش‌یواش برجسته شدند. هیلفردینگ نظریه‌اش رو مقدار زیادیش معطوف به اواخر قرن 19 هم. اما در اوایل قرن 19 هم سرمایه‌های مالی رشد نکردن به خاطری که تولید صنعتی محدود به بازارهای کوچک بود. با پول موجود در اختیار، با پسندازهای موجود در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و صاحبان سرمایه، تو می‌توانستی برای اون مقدار بازار محدود که لازم بود سرمایه‌گذاری بکنی، سازمان بدی. ولی بعداً سرمایه‌داری که به نظام جهانی تبدیل شد، اون وقت بعد به سرمایه‌های مالی هم در نظام جهانی نیاز داشت. الان که داریم صحبت می‌کنیم، سرمایه مالی دیگه دنبال صنعت یا شانه به شانه صنعت حرکت نمی‌کنه. برای خودش یک نظام بزرگی شده که داد و ستدهای مالی رو فقط برای داد و ستدهای مالی انجام میده. حباب‌ها رو خرید و فروش می‌کنه، سهام رو خرید و فروش می‌کنه از طریق معاملات دیجیتالی، از طریق نقل و انتقال‌های کامپیوتری. پول میدن، پول میگیرن، بهرهش رد و بدل میشه. یعنی یک بخشی که مبتنی بر بهره سرمایه های مالی است، بهره کشیش از بهره کشی سرمایه های مالی است. دیکتاتوریش هم دیکتاتوری پوله. پول هست که در واقع اعمال قدرت داره میکنه و این در دست اولیگارشی های مالیه. در اوائل قرن بیستم کشف اینها توسط نظریه پردازان مسئله امپریالیسم چک گرفت که در رأسش بوخارین، لنین و هیلفردینگ بود. در یه زاویه دیگری هم طور که گفتم خدمتون، روزا لوکسمبورگ به قضیه پرداخته بود که بحثشو گفتم که بحثای دیگری هم داره. اما هیلفردینگ در واقع بحث سرمایه های مالی رو مطرح میکرد. هنوز 1915 نشده بود که هیلفردینگ نقطه نظرهاش به لحاظ سیاسی تغییراتی بکنه که این تغییرات راست گرایانه بود. هیلفردینگ در اون زمان میگفت که واحدهای مالی در انقیاد کشورهای خودشون هستن، در ارتباط با کشورهای خودشون هستن. یعنی سرمایه‌داری مالی انگلیسی داریم، سرمایه‌داری مالی آمریکایی داریم، هنوزم من معتقدم داریم، اما به هم پیوستگی جهانی اینها خیلی خیلی بیشتر شده تا زمانی که هیلفردینگ صحبت میکرد. هیلفردینگ میگفت رقابت بین اینها در واقع برای کشورگشایی پدیده‌های استعمار نو، پدیده‌های امپریالیستی رو شکل میدن، برای که هر کدوم از اینها میخوان بر کشورهای مختلف مسلط باشن. در مقابل اینها نقطه نظری بود که برنشتاین از جریان راست مطرح میکرد از مدت‌ها. کاوتسکی هم با اینکه مورد احترام و علاقه خیلی زیاد روزا لوکسمبورگ بود و روزا لوکسمبورگ کاوتسکی اصلا معلمش بود، با همسر کاوتسکی روزا لوکسمبورگ بسیار دوست بودن با هم، اما حدوداً در 7-8 سال آخر عمرش روزا متوجه شده بود که کاوتسکی هر لحظه در تئوری‌هاش در ذیل و سایه مارکسیست و استفاده از واژگان مارکسیستی داره در واقع به راست می‌غلطه و به نظریه های برنشتاین دراش نزدیک میشه. نظریه برنشتاین دائر بر این بود که مبارزه سوسیالیستی احتیاجی نیست، مبارزه در چهارچوب پارلمانتاریزم بورژوایی کافی است و خود نظام سرمایه‌داری از درون داره مسائلی رو پشت سر میذاره و در مسیری داره حرکت میکنه که اگر ما فقط به دموکراسی بورژوایی بچسبیم کافیه برامون، ما در اونجا در انتها به سوسیالیسم میرسیم. مبارزه طبقاتی رو در واقع نفی میکرد، سفارایی قدرت‌های طبقاتی، قدرت‌های اجتماعی در همدیگر رو نفی میکرد. نقل قول‌هایی هم از مقاله معروفش به فارسی هم ترجمه شده، نقل قول‌هایی هم از مارکس میآورد، ولی این نقل قول‌ها در واقع گزینش‌های بیهوده است. منم میتونم از مارکس نقل قول برم، عین این جمله‌شه، میگه انسان باید دیوانه باشد اگر از راه‌های مسالمت‌آمیز میتواند به هدف برسد، به سمت جنگ حرکت کند. ولی این رو من میتونم بیارم به این که بگویم که این میتونه جانشین اون نقطه نظر مارکس بشه که میگوید میان ما که طرفدار طبقه کارگریم و شما که طرفدار سرمایه‌داری هستید فقط زور حاکمه و میتونه جایگزین مبارزه قهرآمیز طبقاتی بشه. نمیشه. این بیانگر بحث اول، بیانگر روحیه انسانی مارکس و همه سوسیالیست هاست و همه مارکسیست هاست که اینا پیشواز و به استقبال جنگ و به استقبال خشونت نمیرن. اتفاقا خشونت ذاتی نظام سرمایه است، نه ذاتی نظام سوسیالیستی که میخواد جهان رو در رفاه و امنیت ببینه و اصلا واکنشش نسبت به سرمایه‌داری بخواد که سرمایه‌داری جنگ افروزی میکنه. بحث امروز ما در مورد امپریالیسم همینه. به هر حال برگردیم
به بحث پیشینمون، هیلفرد این موقعی که سرمایه های مالی و رقابت های بین کشورها رو که توش سرمایه های مالی قدرت گرفته بودن و روی دولت هاشون تأثیر میذاشتن میدید، نقطه نظرهای خیلی درخشانی رو میداد. این نقطه نظرها بعداً مورد استفاده قرار گرفت. ولی واقعا به نظر من در جنگ جهانی اول، نتایج جنگ جهانی اول بود که فریدینگ رو در عمل بدون اینکه به نقطه نظرهای کاوتسکی باور داشته باشه، نتیجه گیریاشو به سمت او برد. یعنی اینکه گویا مبارزه طبقاتی جایگاهی دیگه نداره، بعد دستا رو بالا ببریم، فقط شروع بکنیم در داخل نظام سرمایه‌داری از طریق روش‌های پارلمانتاریستی و از طریق اعمال و مطرح کردن نقطه نظرهامون به تدریج و به تدریج به سمت یک جامعه سوسیالیستی حرکت بکنیم. جنگ جهانی اول رو برنشتاین و کاوتسکی نشانه های مسلطی بر این میدیدن که سرمایه‌داری های مختلف با هم متحد شدن و نظامی رو ساختن که ناگزیر از طریق دموکراسی و قانون مداری خودشون به سمت اصلاحاتی حرکت میکنن، مثل بیمه های اجتماعی که در نهایت به نفع طبقه کارگر میشه و به زبون امروزی ها بگم گفت نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. یعنی ما بنابراین دیگه تعطیلیم، سوسیالیستا بریم بگیریم بخوابیم. بعد خود جنگم که پیروزمندانه مترقی تر رو پیروز کرد. در جنگ روسیه که از مدار خارج شد و اما انگلستان و فرانسه که موندن و آمریکا که از همان زمان اعلام وحدت با این کشورهای متحد کرده بود، اون موقع متفقین و متحدین بودن و کشورهای محور، کشورهای متحد اون زمان یا متفقین اون زمان عبارت بودن از روسیه، فرانسه، انگلستان که روسیه تزاری البته که در واقع آمریکا هم بهشون کمک میکرد، حمایت کرد. این طرف عبارت بودن از عثمانی، پروس یا دولت اتریش و آلمان که در این میان نقطه نظر درخشان لنین مطرح شد که از چند جهت، یه جهتش بحث امپریالیزمه که مطرح میکنیم. یکی این بود که نقطه نظر لنین بود که این جنگ جنگ توده‌ها نیست، این جنگ جنگ میهن پرستانی که خودش رو بخشی از مردم میدونن نیست، این جنگ تحمیل شده، این جنگ جنگ امپریالیستیه، این جنگ جنگ اون قدرت‌های مالی است، آنچه که لنین ازش از اولیگارشی مالی صحبت میکرد، این جنگ جنگ اوناست. و در داخل در جریان مبارزاتیش به سربازان میگفت در این جنگ شرکت نکنید، قبل از این جنگ ما جنگی داریم در داخل برای خوشبختیمون، برای رفاهمون، ما از جنگ پرهیز داریم، ما سوسیالیست‌ها اهل جنگ نیستیم، این جنگ رو بگذارید برای امپریالیست‌ها، برای قدرت‌های بزرگ، برگردیم جامعه بی طبقه‌مون رو بسازیم، برگردیم به سمت ساختن جامعه بی طبقه، به سمت رهایی از ستم و بهره‌کشی حرکت بکنیم. و در همین جاست که من ناگزیرم توضیح بدم لنین حتماً و حتماً از نظر من در دیدگاه‌هاش این نظر وجود داشت که سوسیالیسم بدون عملکرد جهانی در یک کشور پیروز نمی‌شه. من از میان کسانی هستم که معتقدم لنین به پیروزی سوسیالیسم در یک کشور اعتقاد نداشت، اما سوسیالیسم در یک کشور محصول شرایطی بود که استالین رو به اون سمت کشید. یکی از این شرایط پیروزی طبقاتی خود استالین بود. در جنگ‌های داخلی در اتحاد شوروی بولشویک‌های اصیل، مبارزان و آزادی‌خواهان و کسانی که سوسیالیسم رو با آزادی میدیدند با هم و سوسیالیسم در یک کشور رو پرهیز میکردند ازش، اونها در جنگ‌های داخلی جان باختند، بخش عظیمی از بولشویک‌ها کشته شدند و اون کسانی که جانشین اجنا شدند در دستگاه حزبی، در آپارات حزبی به قول همون زبان آپاراتچیکا روسی، اونها دیگه کسانی نبودن که اون تعلیم‌های بولشویکی، اونها کسانی نبودن که تزهای آوریل و چه باید کرده لنین رو خوب میدانستن. ببینید لنین همیشه فکر میکرد، حتی بعد از شکست آلمان هم فکر میکرد که نظریه سوسیالیسم در یک کشور پیروزمند نیست، به نفع سوسیالیسم نیست. تقریبا میتونیم بگیم در موقعی که امیدهای پیروزی بولشویک‌ها در جنگ‌های داخلی که انگلستان به خصوص آمریکا بهشون تحمیل کردن، اون لشکر سفید رو در مقابل ارتش سرخ بسیج کردن، سر تا سر اتحاد شوروی فعلی پر بود از توطئه‌ها و نیرو پیاده کردن نیروهای خارجی و تحریک جریان‌های ارتجاعی، جریان‌های فئودالی، حالا به هر حال وابسته به تزاریسم اگر این واژه فئودالیسم درست نیست که نیست در اون مورد، اینا پر بودن و بولشویک‌ها سرگرم نبرد بودن. برای اینکه
فضای واقعی اونجا رو بشناسیم، من یه بار دیگه توصیه میکنم دونا آرام رو بخونیم که چه میگذشت در اون وقایع، چه بوده، چه اتفاقایی داشت میافتاد، بر روی دون چه شد، مواردی که بلشویک ها خشونتشون میدن، وقتی گاهی خشونت های غیر قابل قبول، انگیزه های واقعیش چی بود، جریان چی بود، چه بود به این مردم تحمیل شده بود. برمیگردیم به بحث خودمون. در بحث ما یواش یواش به نظر من در 2021 بوده که لنین متوجه شد که داره ناامید میشه از اینکه بتواند انقلاب سوسیالیستی رو در آلمان بارور ببینه. لنین بسیار اعتقاد داشت و بسیار منتظر این بود که انقلاب در اتحاد شوروی، انقلاب در روسیه و تشکیل اتحاد شوروی کشور شوراها تنها نمونه، حتما با انقلاب جهانی به ویژه در اروپا و به ویژه در آلمان همراه باشه. اون بود که انقلاب سوسیالیستی رو در جد میداد. اما وقتی اون ناامید شد، لنین از پیروزی خودش ناامید نشد، از سوسیالیسم هم روی بر نگرداند. یادتونه طرحهای متفاوتی مطرح شد، نپرو مطرح کرد، بعد از کمونیسم جنگی، بعد از دوره جنگ نپرو مطرح کرد. به هیچ وجه نقطه نظرهای برنشتاینی، کاوتسکی قابل قبول نیست که لنین در اون موقع اینو مطرح میکرد برای اینکه برگرده اعاده بکنه به نظام بورژوایی. نه، اگر قرار باشد لنینو به چیزی تشبیه بکنیم در اون زمان، به نظر من بیشتر به نظریهای انقلاب مداوم تروتسکی، که البته خودش هم در تسهای آوریل انقلاب مداوم رو با دیدگاه‌های ویژه خودش البته داشت. به هیچ وجه اینطور نبود که استالین سوسیالیسم در یک کشور رو اختراع بکنه. اون نماینده نیرویی بود که میراث رسید بهش. ها، شما در نظر بگیرید جامعه‌ای در جنگ‌های داخلی بخش عظیمی از بولشویک‌ها و انقلابی‌هاش رو از دست داده، در جنگ پیروز شده، ولی پیروزیش به قیمت پرهیز کردن از جنگ بوده. سربازان رو از جبهه گرفته، در داخل به عمل انقلابی کشانده، متشکل کرده، کادرهای انقلابی از کمونیست رو ساخته و سوسیال دموکراسی رو به بولشویزم کشونده، بس بولشویزم رو به ساختن آینده سوسیالیسم. ولی یک دفعه متوجه میشه و خیلی زود. میدونید لنین فوق العاده هوشمند بوده، خیلی زود متوجه میشه که امیدها، اون کتاب چیز هست، ایرن آدوو سوار قطار شده بود برمیگشت در یه لحظه. این من یاد همین درک لنین میندازه، میگه موقعی که توی قطار میامدم، بعد از انقلاب روسیه است، قطار معمولا اگه دقت بکنید قطارهای گذشته، الان نه که قطار برقیه، روی ریل یه صدایی میده. شما معمولا این صدا رو میتونید به چیزی که خودتون دلتون میخواد تشبیه کنید. دقت کردید؟ اون قهرمان داستان در آخر انتهای اون کتاب، اسم کتابم هم همینه، امیدها از دست رفتن، در آخر کتاب میگه که صدای چرخش چرخهای آهنی بر روی ریل میامد، من فکر کردم مرتب دارن به هم میگن امیدها هم از دست رفتند، امیدها هم از دست رفتند. این امیدهای لنین به سوسیالیسم نبود که از دست رفته بود. لنین خودش به هر حال فرد شد و تیر خورد و بعدم 3-4 سال آخر دیگه در واقع عملا چیزی ازش در نمی اومد، اطلاعات یعنی نظریه‌های تحلیلی زیادی بیرون نمی اومد. استالین هم نشسته بود که تا اون سرش رو به زانو به زمین بگذاره بیا بره مسیر انقلاب کش کنه. میراث‌دار پدیده‌ای شد که دیگه راه دیگری نداره، یا بعد میذاشتن فرار میکردن، میگفتن ما نخواستیم این جامعه رو، دوباره میدادن اوضاع رو به دست نخست وزیر پیشین تزار اون لیبراله، یا اینکه بعد اداره میکردن. در اداره کردن، وقتی که شما با تمام مشکلات اقتصادی، با تمام سختگیری ها و محاصره هایی که جهان برات انجام میده روبرو میشی، یعنی خود شما رو میخوام بگم قرار بدید خودتون رو در دهه 20 بعد از انقلاب بلشویکی، بعد از انقلاب سوسیالیستی، یا هر انقلابی که دلتون میخواد بذارید، با جا قرار میدید، ناگزیر میشی که درها رو ببندی، ناگزیر میشی حالت تدافعی پیدا کنی، ناگزیر میشی سوسیالیسم در یک کشور رو به اجرا ببری، نمیتونی از سوسیالیسم بگذری. حتی اپوزیسیونش که تروتسکی بود، در واقع نصیحت و وصیتش این بود که دفاع از اتحاد شوروی به هر حال لازمه. اون که رو در روی استالین قرار داشت، اون که بعداً شاگرداش در واقع انحرافهای زیادی رو باعث شدند در جنبش سوسیالیستی جانیوری، شخص خودش میگفت تا لحظه‌ای که زنده بود، شخص خودش میگفت دفاع از اتحاد شوروی، دفاع از سوسیالیسم جای خود، دفاع از اتحاد شوروی وظیفه ماست، باید دفاع کنیم. خب چه برسه به استالین که دیگه شده بود رهبر همه کشور، و اون هم سوسیالیسم در یک کشور رو ناگزیر شد پیش ببره. بعد دیگه مرز اشتباهات بعدیشه که دیگه از بحث ما خارجه، میتونیم در یه بحث دیگری مطرح کنیم.
اون برهه نقطه نظرهای امپریالیستی این بود که بوخارین هم رسیده بود به اون سرمایه مالی، ولی نرسیده بود مثل کاوتسکی و برنشتاین به اینی که جهان داره متحد میشه، جهان سرمایه‌داری متحد میشه و دموکراسیشون داره پیروز میشه در جهان، پس سوسیالیست‌ها باید صبر بکنن تا اون دموکراسی کار خودش انجام بده. این نظریه برنشتاین و بعد کاوتسکی بود. روزا لوکسمبورگ که به شدت از این نقطه نظر فاصله داشت و برداشتش از دموکراسی چیز دیگری بود. میگه ما دموکراسی رو میخوایم برای که توده‌های پایینی بتونن به بالا بیان. من دموکراسی رو نمیخوام که قدرت‌های بالایی همینطور تو حکومت بکنن. این دیده اون. بوخارین هم که به این نقطه نظر رسیده بود که بله رقابتی وجود داره. این اتحاد نیست، این دموکراسی پیروزمند نیست که اتحادی از سرمایه‌داری رو شکل میده. رقابتی وجود خواهد داشت و امپریالیسم رو در رقابت این کشورهای امپریالیستی برای سلطه مالی بر جهان تشخیص داده بود. اما چیزی که به ویژگی خاص تشخیص ولادیمیر ایلیچ لنین مربوط میشد درک این قضیه بود که از این تضاد چگونه میتونه عمل انقلابی بسازه، چگونه نیروهای انقلابی رو میتونه بیرون بیاره علیه خود همین تضاد. اون چی بود؟ ها، بوخارین به این نتیجه نرسیده بود که این این شکل بندی رقابتی سرمایه‌داری مالی میتونه منجر به تحریک مبارزین علیه خودش بشه، یعنی مبارزه ضد امپریالیستی رو از درون تئوری خودش بیرون نیاورده بود. لنین به یافته‌های بوخارین احترام می‌ذاشت، لنین به یافته‌های روزا لوکسمبورگ احترام می‌ذاشت، ولی میگفت این باید یه کاری بکنه بنا به قانون دیالکتیکی، این باید این وضعیت، این پیروزمندی کشورهایی که نظام سرمایه‌داری مالی رو بر اختیار دارند و این دموکراسی رو دارن، این باید یک واکنش دیالکتیکی انقلابی در جهان بده. خب اینجا رو داشته باشید. بعد میاد رو در رویش با نقطه نظرهای روزا لوکسمبورگ. روزا لوکسمبورگ یک مارکسیست غربی بود. روزا لوکسمبورگ گفت پدیده ناسیونالیسم، ملت و ملیت گرایی، ملت خواهی سمه برای سوسیالیستا. شما رو درگیر یه فضای متعصبانه ای میکنه که در اون باید متحد طبقه سرمایه دار باشی. نگرانیه. لنین توی بحث نظریه ملیتاش، نظریه ملیتاش نقطه نظر روزا رو رد میکرد. میگفت درسته که اون ناسیونالیسم، اون ملیت خواهی خاص ما مارکسیستانیست، ولی ما ملتهایی داریم در آسیای مرکزی و در قفقاز که زیر ستم فقط خودکامگی و ارتجاع داخلی نیستند، زیر ستم استعمارند. ما باید از اینها نیرو بسازیم. خب بعضی هم در نهایت بیانصافی و به نظر من گاهی هم ناجوانمردی میگن این خلاقیت ذهن عظیم لنین بود که از این داستان بهره برداری کنه و مردم رو به جنگ بکشونه و مردم رو به مبارزه بکشونه و ملیت ها رو ذیل سیطره حکومت مرکزی در روسیه در بیاره. چنین نیست. او میخواست مردم رو به مبارزه بکشونه، او میخواست ملیت ها رو به مبارزه بکشونه، ولی این همان لنین بود که در فردای پیروزی نظریه معروف، بخشی دیگری از نظریه معروف ضد امپریالیستی خودش رو منتشر کرد و او گفت که هر امتیازی دولت تزاری از کشورهای فقیر به دست آورده همش باطله. ما کمونیستا که در این سرزمین به قدرت رسیدیم هیچ امتیازی رو که دولت تزاری به دست آورده به رسمیت نمی‌شناسیم. اتفاقا اولین جایی هم که با دیپلماتاش ملاقات کرد و اولین جایی که پیامش داد ایران بود در همسایگیش و بعدم ترکیه عثمانی، اون زمان بعد ترکیه. و ما هیچ امتیازی ازتون نمیخوایم. در مورد دریای خزر در سر تا سر دوره استالین بحث اینه که 12% به ما میرسه، از آستراخان تا نمیدونم خلیج گرگان این خط اینجوری بکشن مطلقا مطرح نبود. در زمان استالین حاکمیت ایران بر تمام خزر به عنوان بهره برداری مشترک به رسمیت شناخته شده بود. یادمون باشه، این درس کوچیکی به نظر میرسه ولی خیلی بزرگه در شناخت منش ذاتی سوسیالیستا و پیروزیشون. هیچ پدیده امپریالیستی رو دیگه به رسمیت نمیشناختن. لنین به انصاری اولین سفیر ایران که رفت باهاش ملاقات کرد باز این رو تاکید کرد، گفت بگید در اونجا ما هیچ امتیازی رو به رسمیت نمیشناسیم، امتیازهایی که دولت تزاری در سر تا سر دوره قاجار از ایران گرفتن. بعد البته رو کرد به اروپا یا گفت ضمناً به شما بگم هیچ امتیازی که شما از روسیه گرفتید بهتون نمیدیم. درسته که از اون طرف، ولی از این طرف هم هست.
در واقع انفعالی لنین به مسئله امپریالیسم برخورد نمی‌کرد، کاملا فعال. بنابراین عرضم تموم میشه، ملیت‌ها رو به میدان کشاند، کشور رو کشور شوراها اعلام کرد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتحادی از جمهوری‌هایی که به صورت شوراها اداره میشن و شوراها بسیار برتر از نظام دموکراسی پارلمانتاریستی بنا شده بودند و محتواش بود. لنین به هر حال مرد، بولشویک‌ها در جنگ‌های داخلی کشته شدند و بعد کشور زیر فشار شدید امپریالیسم جهانی قرار گرفت. مضیقه‌های اقتصادی بسیار زیاد شدند، دهقانان کشت نمی‌کردند، مالکان تحریکات می‌کردند، مواد غذایی کمیاب شد در همه روسیه و در جمهوری‌ها و در نتیجه یه مقدار زیادی هم سوسیالیسم در یک کشور خودش رو تحمیل کرد. اگر اینها سوسیالیست نبودن، ایدئولوژی دیگری داشتن، باز اون ایدئولوژی دیگر در یک کشور خودشو تحمیل میکرد. به هر حال استالین از تو میون بولشویک ها اومده بود، به هر حال استالین یک مبارز چپ بود، به هر حال استالین یکی از 5-6 تا یاران اصلی لنین بود. درسته که لنین بدم نمیاد بگم، حیفم میاد که نگم، دو سه تا نامه هست که باید بهش اشاره کنم. یک نامه ایم این بیسه شکایت میکنه از استالین، میگه این طرز صحبت کردنش رو پتو با زن منم بلد نیست، توهین میکنه، پرخاشگرانه صحبت میکنه. من نگرانم که این فقط یه رفتار شخصی نباشه، این بیماری باشه که داره سوسیالیسم ما رو تهدید میکنه. در یه نامه دیگری که آخر سر باز برای زنش میمیسه که این رو بخانه در کمیته مرکزی، که تقریبا شاید آخرین نامشه، میمیسه خوابم نمیبرد، چیزی کمیته مرکزی ما را تهدید میکند، چیزی از جنس دیکتاتوری، چیزی از جنس فرمان روایی در یه جای خاص. و بعد از اونم مدتی نمیگذره که اب بمیره. بنابراین در اینجا بحث امپریالیسم به مثابه یک پدیده بسیار اساسی و جدی و واکنش های انقلابی نسبت به امپریالیسم پایه‌گذاری میشه. این نظریه لنین، اون نظریه بخارین، اون نظریه هیلفردینگ، اونم نظریه روزا لوکسمبورگ. تئوری توسعه مرکب و ناموزون سرمایه‌داری نامگذاری و بسته‌بندی شد به نام تروتسکی، ولی در واقع این نظریه مارکسیستی لنینیستی بود. ناموزونیش به ویژه موقعی که لنین اون جمله معروف رو به کار می‌بره که اگر یه زنجیر رو بگیریم بکشیم از ضعیف‌ترین حلقش پاره میشه، داره توسعه ناموزون رو میگه. میگه ما داریم علیه ستم سرمایه در همه جهان، اون انقلاب روسیه رو سرآغاز یک انقلاب جهانی میدونست و امیدوار بود که سوسیالیسم در اونجا از پشتیبانی اروپا به ویژه آلمان برخوردار بشه، آلمانی که در جنگ شکست خورده بود، اون تحقیر رو بتونه تبدیل بکنه به نیرو. نشد. بنابراین ناموزونی نظریه‌ای بوده که مارکس مطرح کرده بود. در همون مانیفست کمونیست مارکس نگاه بکنید، در همون جا اشاره میکنه که سرمایه‌داری به همه جا داره سر میکشه. باز تکرار میکنم اون جملهشو، آنچه که جامد است در هوا ذوب میشود، اون رو در مقابل مقاومت هایی که در مقابل سرمایه داری میکنه داره مطرح میکنه. همین سیمون بولیوار، بولیواری که منبع الهام چاوزه و چاوزی که مورد احترام و تایید من هست استکم و بود، همین سیمون بولیوار رو مارکس در آثارش کمی نقد میکنه، نقد تمسخرآمیزم میکنه، میگه بیش از حد چسبیدی، خوب میکنی با سرمایه، با استعمارگران اسپانیایی مبارزه میکنی، ولی بیش از حد چسبیدی به اون چیزهایی که مال ما قبل اصل سرمایه داریه، اونا رو نمیتونیم زنده کنیم. سرمایه داری اثر مثبت خودشو در جهان گذاشته، من از اون میخوام جلوتر برم. بحثی که امروز من با خود من با لیبرال و نو لیبرال ایران دارم، میگم خیال نکنید شما ما رو میتونید به موضع ضد دموکراسی بکشونید، ما برگردیم به عهدی که دموکراسی نبوده. نه، ما از این دموکراسی که دستاورد جهان غربه به شدت دفاع میکنیم. حرفمون اینه، کمه. حرف ما این است که این دموکراسی کمه، نه اینکه بده، چون کمه بد عمل میکنه. این دموکراسی که فرصت نمیده به کارگران، به مردم محروم، به کسانی که خونش شاگردی حتی سرمایه‌داران هم بهشون شغل نمیدن،
ندارن این فضا رو بدن. این دموکراسی که به اینا فرصت نمیده، این دموکراسی که اون دوست آمریکایی من به من گفتش که اینقدر به ما نخبه گرایان حمله نکن، اگر نخبگان تو این جهان نباشن این مردم وحشی آمریکا تا به حال بارها دولت آمریکا رو به بمباران اتمی جهان کشونده بودن. این مردم وحشی، یعنی مردم تحت تاثیر تبلیغات این نظامن. این نظام این مردم رو وادار میکنه که از دولتشون جنگ اتمی بخوان، سلطه جهانی بخوان. ما نخبگان هستیم که جلوی این قضیه رو داریم میگیریم. نخبه گرایی آمریکا چیز بدی هم نیست. من در جواب بهش گفتم ببین چقدر بده اون نوع دموکراسی که 150 ساله مجبور هستید همیشه از توده های مردمتون بترسید تا نخبگان حکومت بکنن. ببینید بحث ما در اینجا این استش که دستاوردهای سرمایه‌داری به خودی خود بد نبوده. اون غارتی که انجام میداد، آن که راه حرکت رو به جلوی توده ها رو برد، که منابعشون رو در کشورهای مستعمره داغون کرد، اونه که در واقع مورد نظر بوده. در مورد پدیده در واقع مورد نظر ما هم این که گفتید مثلا طبقه کارگر یونان در مقابل طبقه کارگر مثلا آلمان قرار گرفته و این ناموزونی رو که بهش مطرح کردیم، من میگم ناموزونی رو بهش پرداخته بوده. مارکس فکر میکرد یه شب سرمایه‌داری همه جا میره. بنابراین اگر اینطوری بود در مورد اسلاف ها صحبت کرد، در مورد ایرلند خیلی صحبت کرده، در مورد ایران، هر کدوم از اینها رو در مدارها و در مراحل متفاوت توسعه سرمایه‌داران دیده. بنابراین فکرش نبود که انقلاب مثل بیگ بنگ منفجر میشه، یه جهان رو یه دفعه نظام سرمایه میگیره، یک بینگ بنگ دوم هم میاد سوسیالیستی میشه. چنین چیزی حتما نبوده. من میتونم روی نشونه های زیادی بگم. لنین حتما چنین فکر نمیکرده که موضوع انقلاب رو در آلمان هم گفتن. بنابراین ناموزونی پدیده بود که از توی اونها دیده شده. این تروتسکی بود که مرکب بودن، یعنی چند جانبه سرمایه‌داری همراه با هم دشمنان خودش، هم پیشینیان خودش حرکت میکنه و هم ناموزون بودنشون، یک دست حرکت نمیکنه. تو همینجا این تکنولوژی که روی برج سازی ایران هست قابلیت صادرات داره، یعنی ایرانی ها میتوانن صادرات فنی مهندسی ساختمان داشته باشن، اینقدر پیشرفته است. و تو همین سرزمین در جایی که فقر و نکبت و بیبارانی داره میسوزه، اون سدهای بزرگو درست میکنن که در خدمت کشاورزی قرار نگیره، بعد علمایی رو میفرستن مردم رو واسطه چارزانو بزنن باز به درگاه آسمون و ریسمون بند بیارن که بارشون بارون بیاد. ناموزونیه دیگه. ناموزونیه. همین ناموزونی از یه طرف دستورالعمل‌های انقلابی تعیین میکنه، از یه طرف گرفتاری‌هایی رو بر سر راه انقلاب تعیین میکنه. این ناموزونی است. در مورد اون مثالی هم که خدمتتون گفتم، بله هست. ما بعد به این قضیه داهیانه‌تر فکر بکنیم. اگر اختلاف و اختلاف بینش و اختلاف منافع بین طبقه کارگر در میان طبقه کارگر نبود، به ویژه میان طبقه کارگر کشورهای کم توسعه و طبقه کارگر کشورهای پیشرفته اگر نبود، که مارکس این جمله معروف رو نمیساخت. این جمله رو برای کی ساخته؟ برای که انشا بنویسه. وقتی میگه کارگران همه جهان متحد شوید، چیزی از دست نخواهید داد مگر زنجیرهایتان را. اون اتحاد رو چی میخواد؟ اگه اتحاد وجود داشته باشه، اگه به طور بنیادی باشه، که او رو نمیگه که. برای که سرمایه‌داری ناموزون رشد میکنه. به قول انگلس، در واقع در مورد طبقه کارگر انگلیس آشکارا میگفت دیگه، میگفت خب بالاخره لقمه‌ای، صحنی از غارت جهانی و استثمار و بهره کشی جهانی سرمایه‌داری انگلستان داره به طبقه کارگر انگلستان میده. خب این هست، این طرف نمیده. همین الان شما از 90% کارگران، 95% کارگران که برید بپرسید، جمله‌ای رو میگن که مارکسیستی نیست، کارگری نیست، ولی حق دارن. هگل گفت آنچه که واقعیت است عقلانی است، آنچه که عقلانی است واقعیت است. و اینقدر واقعیته که عقل حاکم موجود، عقل پدیده آسمان، اینقدر کلمبه روش گلکاری شده باشه، عقل همچی پدیده این که عقل در طول زمان نقد میشه. خود عقلانیت ما که دیدگاه کانت و قبول ما هگلی فکر میکنیم، خود اون عقلانیت دیگر، اون عقلانیت واقعیتی است که اینو میگن. میگن که کالاهای چینی پدر ما رو درآورده، کارخانه های ما تعطیل شدند و ما هم تعطیل شدیم. اینو تقریبا کارگرای ما کمتر میگن. طبقه کارگر ما اونطور روحیه فاشیستی نداره. این روحیه فاشیستی مال طبقه متوسط مرفهه. نگاهشون رو بر نمیگردونن به اون برجا، بگن اینو کی ساخته؟ اگه افغانیه نساخته بود، آقازاده تو میرفت اینو میساخت، خودت میری بیل دستت میگیری بری اینو بسازی. اینو کارگرای افغانی ساختن. بعد چه افغانی، چه وطنی، چه بازی، این حرفا چیه؟ ایرانی هن دیگه، 20 سال 30 سال داره اینجا زندگی میکنه، بچه‌شو نمیذاری مدرسه بره. میگه همسر من شاهده
جدی این قضیه هستش که چگونه بچه‌های افغانی رو ما بنا بود براشون مدرسه درست کنیم، مدرسه رو بعد رو پولمون می‌ذاشتیم از دست پلیس، از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، یا آب خنک نداشتن بخورن، بعد یخچال کول می‌کردیم می‌بردیم براشون می‌دیدیم، یا هنوزم یه مکانیزمی از پول جمع بکنیم بهشون بدیم که اینا سواد بهشون یاد بدن. این برخورد رو این طبقه متوسط بیشتر، اینها در واقع دیدگاه‌های بورژوایی به مسئله کاره، اون میخواد خودش رو حفظ بکنه، کار خودش رو تقلیل گرایانه مسئولیت و مأموریت تاریخی طبقه کارگر خلاصه میکنه در پیدا کردن شغل برای خودش. اینم قابل فهمه و واقعی است. سندیکاها قابل فهمن، ولی سندیکالیزم در واقع راه و روش مارکسیستی نیست. ما به شوراها میاندیشیم، سندیکاها در یک مرحله ای اهمیت دارن. خب میگن کارگری، میگن که اون کار کالاهای چینی ما رو از کار بیکار میکنه، پس آلترناتیوش اینه دیگه، پس ما حالا ما بعد از چین نخریم کارگر چینی بیکار شه. پس اینجا وحدت طبقه کارگر چی میشه؟ ناسیونالیست‌ها اینجا میان میگن گور بابای هرچی خارجیه، زنده باد ایرانی، از جمله از جرالدی. چه ایرانی؟ چه بازی تو ایران اصغر قاتل هم بوده، من تا کی باید متعصب من وطنمو دوست دارم بس سلام، برای که خونمه، خونوادمه، چراغم تو این خونه میسوزه، رفقام اینجا حرف میزنیم، کیف میکنیم با هم، همبازی هم اینجا بودن دیگه، همینجا میمیرم، برای که اینجوریه. ولی بالاتر از این به که من نمیام که کارگر افغانی رو به ذلت بکشونم، کارگر چینی رو به ذلت بکشونیم برای خاطری که سرمایه‌دار ایرانی مفخور میخواد بخوره ببره بعدم واسه من میام پرست شده. یادشون رفته میگفتن ملی‌گرا برن گمشن، حالا اینجا که طبقه در خود و طبقه برای خود تفاوتش اینه. من دیدم ازاراش بود اگه اشتباه نکنم، میگفته این حرف بوی استالینی میده، بوی حکومت مرکزی میده، اون چون یه تروتسکیست متعصبه، در حالی که اینطور نیست. نظری صحبت خود مارکسه، این حرف طبقه در خود، طبقه برای خود. میگه تو مأموریتت اینه، مأموریتت نجات جامعه از ستمه از راه منافع عینی خودت، چون ما به عینیت توجه میکنیم. ولی منافع بد این نیستش که منافع خودتو مستقل بکنی، این میشه طبقه در خود. حالا مال ما که طبقه در خودم نرسیده، هیچی اصلا تشکلم حاضر نیست داشته باشه، اینی که اینجا این مشکل داریم. به این ترتیب کارگر یونانی با کارگر آلمانی در تضاد قرار میگیره. علتش ناپختگی جنبشه، علتش که جنبش به سوسیالیسم راه پیدا نکرده. تو وال استریت یواش یواش بو بلنگ سوسیالیسم بلند شده بود که یه دفعه بازی‌های متفاوتی درش کردن. در فرانسه هم شروع شده، در یونان هم شروع شده. این که در یونان می‌بینید راست‌های افراطی تو پارلمان میان برای اولین بار، این یه طرف قضیه است، برای که نبرد طبقاتی شکل گرفته، ولی در عوض در طرف دیگه چپ‌های افراطی بالاترین رأی رو میارن، چپ‌های تند و رادیکال و چپ‌های عادی هم اینطور. بله این ناآگاهی‌ها وجود داره. اتفاقا تمام خاصیت روشنفکری چیه؟ تمام خاصیت اخلاق سوسیالیستی چیه؟ ما فلسفه اخلاق میشناسیم، ما علم اخلاق نمیشناسیم که در شرایط واقعا موجود چه چیزی خوبه چه چیزی بده. اگه مثلا تای دلت مثلا به زن مردم سلام میدی، بلند میشی، دست میدی، مثلا دست چماش میکنی، ولی تای دلت یه چیز دیگه است، اون به لحاظ اخلاق، علم اخلاق اشکالی نداری دیگه، کاری که بورژوازی میکنه. ولی اگه مثلا دیر بلنشی، مثلا بد کاری کردی، یا مثلا چشمک بزنی معلوم بشی بده، مثلا در حالی که فلسفه اخلاق سوسیالیستی چیز دیگه صحبت میکنه، میگه مأموریت تو داده این جان چیه، تو در چه گذرگاهی داری زندگی، مهمترین دردی که بشریت باهاش روبروس کدامه، باید در به نفع او وارد عمل بشی. اخلاق سوسیالیستی هم همینه. اخلاق سوسیالیستی و درک سوسیالیستی از انسان این استش که میشه فهمید که اون چرا بر منافع خودش پافشاری میکنه. قابل فهمه ولی قابل توجیه نیست. باید آگاهی بدیم. وظیفه روشنفکرا اخلاق روشنفکری بردن آگاهی و آگاهی انقلابی در میان مردمه. فقط این نیست که با قاشق چنگال چجوری غذا بخوری، چجوری دست ماش کنی، چجوری نکنی، چجوری مثلا اراده موزیانه و هیز و متقلبانه خود تو پنهان کنی، مثلا یه در دیگه بیای تو، اینا بحثای اخلاقه. ولی بحث فلسفه اخلاق، بحث فلسفه حضور روشنفکری در واقع در جهان این هستش که او آگاهی ها بعد به کارگر یونانی، به کارگر قبرسی
داده بشه. باید بدونه که اگر اون آگاهی رو پیدا کنه، درسته ممکنه دیرتر دستاوردهای مادی بر خودش داشته باشه، ولی حتما حتما مؤثرتر او رو به سمت نجات خودش و نجات جامعه میکشونه. طبقه کارگر باید بدونه چیزی از دست نخواهید داد مگر زنجیرهایتان را. اگر به این مرحله برسه، اون موقع میدونه که برای اینکه به بلند مدتش فکر بکنه، باید الان دست به مبارزه بزنه. وظیفه ای من آموزش به اونه که آیا همه جهان میتونن آلمان بشن یا ایران میخواسته آلمان بشه من جلوشو گرفتم. ما که کاری نبودیم، ما که تمام 90% 95% رفقامون تو سینه خاوران زیر خاک خوابیدن که به توسط همین بورژوازی که میخواد ایران و آلمان بکنه کشته شدن. خیال مال ما تموم شد، اتحاد شوروی هم فرو پاشه. خب برین چرا آلمان کنی؟ من به طبقه کارگر میتونم بگم اگر ایران آلمان بشه بود چرا نکردن؟ و تو میتونی بکنی با کدام برنامه؟ من باید بهش آموزش بدم که سرمایه‌داری نظام جهانی است که به گونه‌ای ناموزون رشد میکنه، به قیمت بی خانمان کردن، فقیر کردن، به گدایی انداختن، به دریوزگی کشاندن توده ها میتونه خوشبختی رو برای یه جاهایی ببره. من باید اینو بگم، اگر این حرف دروغه که باید من افشا بشم به عنوان یه دروغگو، به عنوان یه کسی که میخواد هیجان در جامعه ایجاد بکنه و مثلا یه کاری بشه، چه میدونم. من دارم اینو میگم، میگم این جهان سرمایه‌داری قادر به رستگار کردن شما نیست، برای که اساسا نمیتواند انباشت ناموزون رو کنار بذاره، قادر نیست. پارلمانتاریسم قادر نیست، برای اینکه اگه بتونه این کارا رو انجام بده بعد موانع از سر راهش برداره. مانع تبدیل شدن ایران به یه جامعه صنعتی مثل آلمان من و تو نیستیم، کارگرا نیستن، کمونیستا نیستن. اندیشه من یک 5000 میشم تو دانشگاه درس داده نمیشه. تو 34 سال گذشته اقتصاد سیاسی داشتیم تو دانشگاه، ولی پر چرند و پرند. کاش حیف چرند و پرند علامه خدا هم ولایتیم. هیچی، کاش کتاب چرند و پرند علامه خدا را اگر یاد میدادن براشون بهتر از این اقتصاد علم مردری که مرد شوره که به درد نخوره، بده عرضه و تقاضا مثل توتی اینو بهشون یاد میدن. ببینید ماها که نبودیم، ما یا زیر خاکیم یا دیگه دورمون تموم شده. و چیز بذار بگم، اشکال نداره، چیز گفت امام جمعه ارومیه، گفتش که ما دیگه با مشکلی نداریم، ما هیچ مشکلی نداریم با مخالفینمون. یه عده‌شون رو کشتیم الحمدلله، یه عده‌شون هم فرار کردن رفتن خارج، یه عده‌م که اینجا موندن انقدر از این عرقای قاچاقی می‌خورن می‌میرن خودشون قاچاق عرق لردن. خب حالا اگه بالاخره ما الان به این وضع بشید، بنابراین من نبودم که جلوی ایران گرفتم آلمان بشه، بیا برو آلمان بشو. من توی جامعه آلمان اتفاقا مرفه‌ترم، تامین اجتماعی دارم، تو دانشگاهش میتونم رو درف سوسیالیستی هم بزنم. اون کسی که 35 سال مسئول این جامعه است میخوام جامعه رو، یه زمانی میگفتن میخوام مثل نیویورکش بکنیم، کرده بودن این بنگلادش، یه زمانی میگفتن جامعه دعوا بود یادتونه، جامعه ایران میخواد مسیر ژاپن رو بره یا مسیر چین رو. بازم رهبر جمهوری اسلامی بود که این بسطه مسی از همشون عاقل‌تر، گفت بابا نمیخوام، نه چین میخواد بشین نه ژاپن، خودتون بشین من بفهمم با کی داره حرف میزنه. بنابراین ما اینجا اصلا کاری نیست، میخوام برن آلمان. من بحثم اینه به عنوان یک نظریه پرداز، نه فیلسوف، یک اقتصاددان نظریه پرداز آشنا با فلسفه. من که به فلسفه اونجوری فیلسوف نیستم، من فیلسوف عملی ام، فیلسوف زندگی توده هم. من میگم نمیشود جهان یک پارچه در چهارچوب نظم سرمایه به دستاوردهایی برسه که بخشی از سرمایه داری، بخش کوچکی بهش رسیده. جهان نمیتونه برسه، منابع امکان رشد ندارن. این نظام برای تولید میزنه منابع طبیعی رو داغون میکنه، محیط زیست رو به گو میکشونه، شهرها رو اینطوری آلودش میکنه. من میگم این نظام اینه، جز این نمیتونه. سوسیالیسم یک آرزوی کتاب شده و خوشخطی شده توی قاب عکس خاتم نیست. سوسیالیسم جوانه های اعتراض است نسبت به نظم موجود سرمایه‌داری. این جوانه های اعتراض شکل داره میگیره. پس تو یونان چه داره میگذره؟
پس تو وال استریت چه داره میگذره؟ پس توی سر تا سر 35 سال وطن شما چه هر وجب خاکش بستر یک خورشید سوسیالیستی چه گذشته؟ پس این همه احزاب ما چه نگفتیم فردا ما با زد و بند پارلمانتاریستی پیروز میشیم؟ نمیخواییم هم بشیم. ما مبارزه طبقاتی تقدیرمونه و از اون گذرگاهی دیگه نمیتونیم راه به جای دیگری ببریم، پرواز بکنیم. این مسیره. اینه که اتفاقا سوسیالیسم رو ما محصول آرمان و تفکر سوسیالیستای بزرگی مثل مارکس و لنین نمیبینیم. ما دیگه هگلی فکر نمیکنیم، یعنی کامل هگلی فکر نمیکنیم. من از خودم از میان مارکسیستایی هم که به مارکسیستای هگلی بیشتر شباهت دارن اینطوری، ولی منظورم این که هگل تمام وارونگی بحث چه مورد دعوای ما بوده دیگه. هگل فکر میکرد با اندیشه های درست و جهان رو میسازی و این جهان محصول حرکت رو به تکامل اندیشه های درسته. اینکه مارکس میگه من هگل رو وارونش کردم، رو سرش قرار داشت، من برش کردم روی پاش، اینو میگه. میگه نه، این اندیشه ها نیست که میسازه حرکت رو، عینیت رو، این عینیت که اندیشه ها رو میسازه. ما سوسیالیسم رو از آرمان های بی آسمون و ریسمون و اینا نیاوردیم. من خود واقعیت رو میگم، من درد اجتماعی رو میگم. من میگم 5.7 میلیون بیکار داریم تو جامعه یا نداریم؟ اینا رو سوسیالیستا درست کردن یا دولت؟ بخشی از سرمایه داری میگه این دولت درست کرده، بدید دست دولت من. من میخوام بگم دولت تو آنک هاشمیه رفسنجانی چه گلی میخواد به سر این جامعه بزنه؟ خود طبقه کارگر. در واقع راه نجات طبقه در خود طبقه است. نه، ما در نظم بازار، در نظم سرمایه دارانه، در کلاهبرداری و دغلی، در شیادی تاریخی سرمایه داری چیزی پیدا نمی کنیم مگر ننگ و نکبتی که باید ازش پرهیز بکنیم. من دارم خود طبقه، خود بیکاری، 5.7 میلیون بیکار در این سرزمین، این خود نیروی بالقوه است. وظیفه ما روشنفکرها اون نقطه نظری است که به نظر من گیورگ لوکاچ گفت ما باید نقش میانجی رو بازی کنیم. ما باید به سازماندهی، نه کندیشه یک فیلسوف رو انتوه بریم. انعکاس واقعیت دردهای اجتماعی رو در اندیشه یک فیلسوف باید بازگردونیم به اون سمت. یعنی ما باید بگیم تو این جامعه این ابزارهای تولیدی، این زیرساختهای زیادی که ایجاد شدن، اینا دارن ناکارآمد عمل میکنن. این مدیریت سرمایه‌دارانه و این مدیریت دولتی قادر نیست که این امکانات رو در خدمت رفاه همگانی قرار بده. لنین توده ها رو به هیجان نیاورد، پتانسیل های انقلابی اونها رو برای نجات خودشون کشف کرد. من نقطه نظر لوکاچ قبول دارم که میگه این سرمایه ها، این کارخانه ها وقتی در نظام سوسیالیستی شکل بگیرن باید خدمت بکنن به نظام سوسیالیستی. پدیده های اجتماعی هستن که باید دگرگون شن، نه پدیده های مادی. مارکس میگه داغان میکنیم نظم سرمایه رو، ولی نظام جدید رو بر ویرانه های اون و با مصالح ساختمانی به دست آمدش میسازیم. این همه ارزش، این زیر ساختاری که نمیتونیم رو کلون، بله پولا رو گذاشتن رو کلشون فرار کردن رفتن، سالانه 15 میلیارد دلار از اینا فرار میکرد، ولی این راه ها، این جاده ها، این مبارزه جهانی بعد یخشونه بگیریم. این راه ها، این جاده ها، این پل ها، این سد ها، این هواپیما ها، این کارخانه ها مال مولدین واقعی است، مال ارزش آفرین واقعی است، مال طبقه کارگره. مدیرانی که بعد اونجا رو اداره کنن دیگر نباید، بس هست که در خدمت سرمایه دار اونجا رو اداره کنن، در خدمت اراده توده ها، در خدمت کارگران اداره کنن. حتی کارگرانی که اونجا رو اداره میکنن، این غلطه که ما فکر کنیم مالکیت اونجا رو به اینا منتقل میکنیم. مالکیت باید این بحث در آرمان منه، من شاید در عملکرد کوتاه مدت یا میان مدت چنین چیزی رو نتونیم متصور باشیم، ولی مالکیت به عنوان یک پدیده بازدارنده ننگین دست کم در حوزه ها و در عرصه های اصلی تولید باید برای همیشه ریشه‌کن شه. ما پتانسیلمون نیروی اجتماعی خودمونه و دستیابی به نیروهای اقتصادی که اون طرف وجود داره. ما باید اون نیروها رو به نفع مردم مصادره کنیم. ما با مالکیت خصوصی مخالفیم. آلترناتیو ما هم مالکیت دولتی نیست، آلترناتیو ما مالکیت اجتماعی است. همه پدیده ها توسط جامعه تولید شدن و متعلق به جامعه.